علاوه بر نام عیسی مسیح، مسیح خداوند، خداوندی که جسم پوشید، روی زمین ساکن شد و شرایط نجات و فیض رو برای ما فراهم کرد. درود بر شما دوستان. در دروس قبلی متوجه شدیم که همه انسان‌ها گناهکار هستند و گناه چه نتایج وحشتناکی دارد و چگونه خدا پسرش عیسی مسیح را به خاطر گناهان ما به زمین فرستاد و خون او برای گناهان ما ریخته شد. حال برای ما این سوال مطرح می شود که من برای دریافت بخشش و نجات چه باید بکنم؟ من چطور می توانم نجات پیدا کنم؟ امروز می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم. نجات یعنی رهایی از اسارت گناه، رهایی از خشم خدا و رهایی از نتایج گناه می باشد. در کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه های 25 تا 34 زندانبان فیلیپی از پولس و سیلاس می پرسد: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ می خوانیم که قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت، به حدی که بنیان زندان به جنبش درآمد و دفعتن همه درها باز شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به او آواز بلند صدا زده گفت: خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات را نجات خواهد یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همان ساعت شب زخم‌های ایشان را شست و خود و همه کسانش فلفور تعمید یافتند و ایشان را به خانه خود درآورده خانی پیش ایشان نهاد و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. در نجات ما خدا سهم خود را دارد و ما نیز سهم خود را داریم. قدم اول از جانب خداست. خدا به خاطر محبت عظیمش پسر یگانه خود را فرستاد و او خودش را برای پاک شدن ما از گناه ریخت. پس خدا نجات ما را فراهم کرده است. با مصلوب شدن مسیح بر روی صلیب، خدا توسط روح القدس ما را نسبت به انجام ندادن گناه ملزم می کند و گناه را به ما نشان می دهد. اکثرا ما خود را آدم‌های خوبی می‌دانیم، ولی روح القدس گناهان ما را به ما نشان می‌دهد. در کتاب رومیان فصل 10 آیه 17 می‌خوانیم: لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و اکنون که شرایط نجات از طرف خداوند برای همگی ما آماده و مهیا می‌باشد، این ما هستیم که قدم دوم را بایستی برای نجات خود برداریم. و البته حق انتخاب با ما می باشد که نجات را بپذیریم یا هلاکت را در ظلمت و تاریکی گناه باقی بمانیم و یا اینکه به فیض خداوند در نور و سلامتی و نجات ساکن شویم. قبول کردن نجات و فیض خداوند هم به این صورت است که ما بایستی به طور کامل افکار، گفتار و کردار خود را تغییر دهیم و نسبت به تمامی گناهانی که در گذشته چه دانسته و چه ندانسته انجام داده ایم توبه کنیم، یک توبه واقعی.
توبه در اصل یونانی به معنای تغییر فکر است. شخص باید فکرش نسبت به گناه عوض شود و گناه را ترک کند. در توبه واقعی فکر، احساس و اراده هر سه عمل می کنند. فکر گاهی شخص توبه می کند بدون اینکه بداند از چه توبه می کند. شخص باید بداند که گناهکار است و بداند که چه گناهی دارد و از آنها باید دست بردارد. دوم، احساس شخص باید از گناهان خود متاسف و پشیمان باشد و باید بداند که با گناهان خود خدا را ناراحت کرده و قلب او را شکسته است. گناهان ما برای خدا بسیار دردناک است. شخص باید از گناهان خود غمگین و شرمنده باشد. از گناهان خود متنفر باشد. چون اگر گناه را دوست داشته باشد دوباره برمیگردد به طرف گناه. اراده. شخص ممکن است که بداند گناهکار است و گناه خود را بشناسد ولی پشیمان نباشد. توبه این شخص واقعی نخواهد بود. شخص ممکن است بداند که گناهکار است و از آن پشیمان هم باشد ولی تصمیم جدی برای ترک آن نگیرد. توبه این شخص هم واقعی نیست. باید تصمیم جدی بگیرد که از گناه دست بکشد و آن را ترک کند. در انجیل لوقا فصل 15 آیه های 11 تا 33 می خوانیم که شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رصد اموال که باید به من برسد به من بده. پس او مایملک خود را بر دو قسم تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود و چون تمام را صرف نموده بود قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهالی آن ملک پیوست و او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند و آرزو می داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می خورن سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارن و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و به دو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شود. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشیده بوسید. پسر وی را گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. لیکن پدر به غلامان خود گفت: جامه بهترین را از خانه آورده به دو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید، گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند. اما پسر بزرگ او در مزرعه بود. چون آمده نزدیک به خانه رسید صدای ساز و رقص را شنید. پس یکی از نوکران خود را طلبیده پرسید: این چیست؟ به وی عرض کرد: برادرت آمده و پدرت گوساله پرواری را ذبح کرده است، زیرا که او را صحیح باز یافت. ولی او خشم نموده نخواست به خانه درآید تا پدرش بیرون آمده به او التماس نمود. اما او در جواب پدر خود گفت: اینک سال هاست که من خدمت تو کردم و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغاله‌ای به من ندادی تا با دوستان خود شادی کنم. لیکن چون این پسرت آمده که دولت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری را ذبح کردی. او وی را گفت:
فرزند، تو همیشه با من هستی و آنچه از آن من است مال توست. ولی می بایست شادمانی کرد و مسرور شد، زیرا که این برادر تو مرده بود زنده گشت و گم شده بود یافت گردید. همچنین در کتاب امثال فصل 28 آیه 3 می‌خوانیم هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. همچنین در اشعیا فصل 55 آیه های 6 و 7 می‌خوانیم که خداوند را مادامی که یافت می‌شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خداوند خواهد بود. گفته شده که بازگشت و روبرگردانیدن از گناه و رفتن به سوی خدا ایمان نام دارد. برای آمرزش و پاک شدن از گناه ما نه تنها احتیاج به توبه داریم، بلکه نیاز داریم که به عیسی مسیح و خون او ایمان بیاوریم. ما باید بپذیریم وقتی گناهان خود را اعتراف می کنیم و زیر خون مسیح می آوریم، خون مسیح بر گناهان ما ریخته می شود و گناهان ما را می پوشاند و جریمه گناهان ما را می پردازد و ما آمرزیده می شویم. اگر ما ایمان نداشته باشیم دائم احساس گناه خواهیم کرد. ایمان یعنی باور، پذیرش، قبول و اعتماد. در کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم که پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان به چیزهای نادیده. ما قبول می‌کنیم و می‌پذیریم و باور می‌کنیم که مسیح روی صلیب مرد و خون او گناهان ما را می آمرزد. تمام روابط ما با خدا بر اساس ایمان است و بدون ایمان نمی توانیم رضایت خدا را به دست آوریم. در کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 6 می خوانیم لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. ما با ایمان به خون عیسی مسیح نجات می یابیم و از گناهان خود تبرئه می شویم. به خاطر خون عیسی مسیح جرمی به حساب ما گذاشته نمی شود و ما نزد خدا عادل و بیگناه به حساب می آییم. ما به حسب فیض و بخشش خدا نجات می‌یابیم، نه به انجام اعمال شریعت و اجرای مراسم و تشریفات مذهبی. دعا کردن، روزه گرفتن، حضور در کلیسا، خیرات، زیارت و ریاضت نمی‌تواند ما را نجات دهد. ما به فیض خدا یعنی بخشش رایگان اوست که نجات می‌یابیم. در کتاب افسوسیان فصل 2 آیه های 8 و 9 می‌خوانیم که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. و همچنین در کتاب رومیان فصل 3 آیه های 20 تا 28 می‌خوانیم که از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لیکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است،
که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. بله عزیزان، چنین است که با ایمان به عیسی مسیح، مسیح خداوند، خون او کفاره گناهان ما می شود و خداوند ما را بدون گناه خواهد دید و گناهان ما را نه تنها فراموش می کند بلکه دیگر به یاد نخواهد آورد. آمین، آمین که چنین می باشد. عزیزان، باید توجه داشته باشیم که تنها راه نجات ایمان داشتن به کار مسیح در روی صلیب، و ایمان داشته باشیم که ما با خون اون پاک میشیم و در مقابل خداوند بیگناه به حساب میاییم. تا درودی دیگر، بدرود.